درود بیننده های عزیز، امروز ما با یک چهره آشنا، نازنین و یک جورنالیست، پرودیوسر، برنامه ساز و گوینده سابق رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در مورد وضعیت وسایل ارتباط جمعی در جامعه و کشور ما و به خصوص به خاطر روشنگری و مبارزه با فساد و همزمان دشواری هایی که در شرایط کنونی دم راه جورنالیست و جورنالیزم و جورنالیستان ما وجود داره، ما گفت و شنود داریم و این شخصیت جناب همه شما میشناسینش، جناب اسماعیل فروغی است. آقای فروغی خوش آمدین، صفا آوردین، قلمایتان بالای چشم. سلام حضور شما محترم راستا و سلام خدمت بینندگان و علاقمندان برنامه شما و سلام به همه هموطنان عزیزم. من بسیار خوشحال هستم که شما لطف کردین و مرد برنامه تان دعوت کردین. خوشحال هستم که میتونم امرای هموطنان عزیز خود اندک درد دل بکنم. ممنونتان. بسیار زیاد سپاسگزار هستم. جناب فروغی اگر اجازه تان باشه، طبق معمول ما همیشه کوشش میکنیم که دوستان را که حتی با وجودی که یک تعداد از دوستا فرهنگی ها هستند که اکثریت مردم البته با نام و کارکردهای از اونها آشنا هستند، ولی بازم بسیار فشرده و مختصر همی بیوگرافی یا کارکردهای از اینا رو میخوانیم. معمولا ما از دوستا دعوت میکنم که خودشان بخوانن، ولی اکثریت بر ما امیر میگن که نه خودت بخوان، چرا صحبت کردن در مورد خود یکان دفعه بر بعضی فرهنگی ها دشوار. به هر حال اگر اجازه تان باشه مختصر در مورد شما ما صحبت بکنم. خواهش میکنم، بفرمایید، شما شروع بکنید. بیننده های عزیز، اسماعیل فروغی به سال 1954 عیسوی در خانواده روشن شهرنشین کابل به دنیا آمده، از لیسه غازی فارغ شده و تحصیلات بلندش را به سال 1975 در رشته جورنالیزم در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل به پایان رسانده. نوشتن، اجرا و پرودیوس برای برنامه های رادیو تلویزیون و از کارهای عمده از اون به حساب میره و اجرا و نگارش متن برنامه های بسیار بسیار محبوب در عمو زمان های گذشته که بسیار پرشنونده هم بود به نام موسیقی و نکته ها، اگر به خاطر شما باشه بیننده های عزیز، بر رادیوی زمان و یک برنامه که بسیار زیبای خوب دیگه وجود داشت به نام ساعت با شما که خوب به خاطر دارم، برای تلویزیون اینا می نوشتن و پرودیوس می کردن، تولید می کردن امی برنامه ها را. یعنی امی برنامه ها یکی از نمونه های کار خوب جورنالیستی که جناب فروغی است. ای کاش که ما ویدیو کلیپک های کوچک و خرد می داشتیم که من داختیم، ولی بنابر پروبلم های تکنیکی نتانستیم این کار کنیم. اما خوشبختانه می بینیم که اون جناب فروغی پیش روی شما ششته و با چهرش شان اگر فراموش تانم شده باشه یک بار دیگه باز آشنا می شید. اسماعیل فروغی پس پیش از مهاجرت به کشور آلمان، یعنی در سال 1900 فکر می کنم که 93 باشه اگر اشتباه نکنم، مسئولیت های مسلکی را در داخل کشور به دوش داشته، یعنی به این معنی که نویسنده و گرداننده برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی بوده، دستیار انتخابی اتحادیه جورنالیستان بوده در اون زمان و مدیر عمومی انسجام تمامی برنامه های رادیو افغانستان وقت در زمانش بوده، مدیریت عمومی یا منیجمنت عمومی اطلاعات ببخشید تلویزیون ملی افغانستان را
به عهده داشته و یک زمان هم رئیس بورد مفسرین رادیو و تلویزیون ملی افغانستان بوده. جناب فروغی اکنون در کشور آلمان نیز زندگی میکنه و مسئولیت مسلکی ایجاد اداره و تولید نشرات تلویزیونی جهانی به نام آریانا را یک زمان به عهده داشتن و همچنان به حیث رئیس نشرات امورسانه کار میکردن. علاوه از این بیننده های عزیز، تا جایی که ما آگاهی دارم، آقای فروغی داستان های کوتاه نوشته میکنن، مقالات گزینشی و بیشتر تحلیل های سیاسی شان ما در این وقتا بخصوص در یک برگه بسیار وزین به نام گستره های زندگی میخوانم و در سوشل میدیا و مسائل اطلاعاتی ادبی زیاد در این رابطه نوشته کردن در نشریه های گوناگون درون مرزی و بیرون مرزی و سوشل میدیا. همیشه اینا فعال هستن و به سال 2012 بنا به تقاضای شهرداری شهر کابل در برای انداختن یا برای اندازی اساسات مسلکی تلویزیون و استودیوی پرودکشن از او سهم داشتن و همچنان در سال 2013 من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بنا به تقاضای ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان با در نظر داشت تجارب گرانبهایی که داره به حیث عضو بورد بهترسازی برنامه های تلویزیون کارهای بسیار شایسته و خوب را انجام دادن. جناب اسماعیل فروغی ازدواج کرده، صاحب 3 فرزند است به نام های پرویز، مجدان و منوچهر و ما اگر اشتباه نکنم خوب به خاطر دارم که یکی از فرزندای جناب فروغی فکر کنم دکترا در رشته فیزیک گرفته بودن یا چطور، که بسیار افتخار کلان برای ما و همه است. جناب فروغی بازم یک بار دیگه خوش آمدین و صفا آوردین. والله بسیار تشکر، شما زیاد در مورد ما گفتین، ممنونتان و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما و در خدمت بینندگان شما هستم. اوضاع شما طوری که درک میکنین در کشور ما بسیار قابل بحث، قابل صحبت کردن است از هر نگاه، هم از نظر سیاسی و هم طوری که شما عنوان کردین که وضعیت رسانه ها را میشه مورد بررسی قرار بدیم و در رابطه با رسانه ها صحبت بکنیم، در رابطه با اوضاع بسیار بغرنج سیاسی که همیال جریان داره، اوضاع احوال تازه و در مجموع مسائل تحلیلی که ایجاب میکنم از شما هم زیاد خواندیم و شنیدیم. طبعا اگر موافق باشین ما با هم این برنامه را پیش میبریم، شاید شما سوالات مطرح بکنین ولی فکر تان باشه که من خودم از شما سوالات خود مطرح کردم. من در خدمت هستم، خوشحال هستم از شما هم زیاد بشنوم و به شکل یک گفتمان این برنامه را پیش ببریم. اما در هر حال هر آنچه که شما و بینندگان شما یا خوانندگان صفحه فیسبوکی و اینترنتی شما پرسش داشته باشن در این تایمی که وقتی که ما شما در نظر گرفتیم و شما لطف کردین بر ما مشخص ساختین، ما در خدمت قربان شما جناب فروغی. بسیار بسیار کار دشوار است که کتی یک آدم پروفشنال، یک جورنالیست و یک نویسنده آدم بتانه این گفتمان ها رو پیش ببره. ما تا جایی که امکان داره تلاش میکنم برای اینکه بیننده ها اکثرا انتقادشان سر ما نیست که یکی زیاد گپ میزنم، دومی که من خودم هم تفسیر میکنم که باید نکنم، اما چون که شما لطف کردین امر کردین کوشش میکنیم که با یک شکل پالو و پالوی شما در این برنامه امروز حرکت کنیم. بهرحال جناب فروغی، شما اطلاع دارین که تنها در ماه دسامبر تقریبا 5 ژورنالیست کشته شد در افغانستان و خانم ملاله میوند در ننګرهار، آقای امینی در کابل و شکل بسیار مرموز، یما سیاوش در آقای دایی بله اینی دوستا، اینی جورنالست های بسیار پروفیشنال. از یک جانب شما میبینین که از 20 سال به این طرف دولت داد است دستاورد ها میزنه و به ویژه در عرصه مطبوعات برخ مردم میکشه و میگه که این آزادی بیان است و از یک سو به شکل بسیار مرموز بدون از این که حتی باید به خدمت شما بگویم که 136 جورنالیست جوان در ظرف عمق مدت
در افغانستان کشته شده که بیشترین ارقام و آمار در سطح جهان است. این حال از یک جانب دولت داد آزادی بیان میزنه و از یک سو بسیار به شکل مرموز ارگانایزد و سازمان شده همی قتل ها صورت میگیره و حتی یک دوسیه از این تاوال کاوش بررسی نشده. حتی جالب است که آخرین جورنالیست که همی آقای امینی بود در ظرف 4 ساعت تمام میشه کارش، دفن میشه در حال که خودکشی اعلان میکنن. و شما میدانید که در کشورهای غرب هم هستیم ما و شما، ولی در افغانستان هم سیستم های مدرن وجود دارد که برای قضیه های خودکشی یا قتل هر کی که است یک پروسیجر وجود دارد به نام اتاپسی میگن، یک کالبد شناسی که در اونجا نشان میده که چگونه به قتل رسیده. و یک جسد یک ماه 15 روز 10 روز یک هفته 2 روز 3 روز نگاه میکنم تا که هم تحقیقات خود تکمیل کنند. در اینی رابطه ما میخواستم از شما سوال بکنم که شما وزارت در رابطه به صورت مشخص در این رابطه چگونه ارزیابی و بررسی میکنید؟ بفرمایید. تشکر از شما. راستی دخترین مسئله فعلا امی است که متاسفانه جامعه خبرنگاری داغدار است. تا یک ماه اخیر مخصوصا با از دست دادن 5 جورنالیستی که شما گفتین، 5 خبرنگار گفتین، واقعا جامعه خبرنگاری در مجموع داغدار شده. اما اگر صادقانه ما نظر خود در این رابطه مشخص بسازم و بگویم، اتهام وارد کردن روی مثلا دولت افغانستان، اتهام وارد کردن روی سازمان های استخباراتی خاص، سازمان استخباراتی مثلا پاکستان، ایران، کشورهای دیگه دخیل در اوضاع افغانستان خیلی دشوار است. خیلی دشوار است. شما بسیار سریع صحبت کردین که شک و تردیدهای وجود داره که در اینجا در هر صورت سازمان های استخباراتی ای که کدام سازمان استخباراتی، خیلی دشوار است که شما بتانین مشخص بسازین که کدام سازمان استخباراتی و آیا دولت چه سود میبره، دولت افغانستان چی، که یک دولت فاسد و بسیار ناکار است، چه سود میبره از کشتار بله ژورنالیست ها و خبرنگارا که پای همی کشتار صورت میگیره. بله. خیلی دشوار است که شما اتهام وارد بکنین سر یک سازمان استخباراتی یا سر سازمان استخبارات دولت افغانستان و یا سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه. ولی در هر حال چون جنگ افغانستان تا مو حد به پیچیدگی رسیده که میتون آدم شک و تردید های روی هر یکی از سازمان های استخباراتی داشته باشه، کشتار ژورنالیست ها و خبرنگارا خواهی نخواهی در هر صورت بسیار سبقه استخباراتی داره. در هر صورت جامعه خبرنگاری در افغانستان نقش بسیار برجسته داره در انعکاس حقایق، در بازتاب دادن ناکارگی ها و فساد گسترده که در مجموع در دولت افغانستان و به طور مشخص افراد و اشخاص که در رأس دولت قرار دارن، چون گسترده فساد وجود داره و اشتباهات و خطاهای از جانب رهبران وجود داره و از جانب مخصوصا مسئولین امنیتی در کشور وجود داره، لحاظا میتونه که دستای بسیار مرموز در خفک کردن خبرنگارای آزاده و خبرنگار از یک حقیقت نمیتونیم ما چشم بپوشیم که ژورنالیسم انعکاس بسیار خوب کرده، خبرنگاری انعکاس بسیار روشن و گسترده کرده در افغانستان و ما افتخار میکنیم که واقعا کسایی مثل سیاوش داشتیم یا سیاوش داشتیم، کسایی مثل امی فردین امینی رو داشتیم، کسایی مثل فیاض نصیر فیاض داریم و مثل از دیگراره که شما میبینین، خانم بسیار شایسته و لایق از امی جورنالیست ها و گرنده های بسیار لایقی که فروتن هست، فرهناز فروتن داریم. اینا افتخار هستن. اینا را بخواین نخواین خفک کردنش خیلی مشکل است. شما هر کدام از اینا را که اینا هر کسی که از هر دست مرموزی که در پشتی خفه کردن ها وجود داره، ارگاه بخوای یک سیاوش خفه بکنه، سیاوش دیگه بدون شک در جامعه سر بالا میکنه. فرناز فروتنی هست به جای فردین امینی، حتما فردین امینی دیگه به وجود میاد. احتمالا که کسایی که دستشان
در فساد گسترده، در ناام کردن افغانستان، در ناام کردن محیط شهر کابل و محیط کل کشور ما دخیل است و از ادامه از این ناامنی اونا سود میبرند، بدون شک دستای مرموز در این کشتارها دخیل است. یک جانب قضیه ممکن است که این دستای مرموز شامل همی کسایی باشه که در رأس قدرت هستند و در بخشای مختلف اینا به نحو از جامعه از ناامنی در جامعه سود فساد انگیزی میبرن و از جانب دیگه چون جنگ تنها داخل افغانستانی نیست، جنگ منطقوی است و جنگ جهانی است، تقریبا این سبقه جهانی دارد، لذا میتونه که دست سازمان‌های استخباراتی کشورهای دخیل در جنگ افغانستان هم ای دخیل باشه. بخصوص به طور مشخص سازمان استخبارات پاکستان، به طور مشخص ما میگم که البته دیگرها هم میتونه دخیل باشن در قتل و کشتارهای زنجیره‌ای، ولی سازمان استخبارات پاکستان بدون شک از اوضای کشور ما بسیار میخواین سود ببرن. در هر صورت میخواین که کشور ما را عمق استراتژیک شامل است و هرگز از او صرف نظر نکرده. از وضعیت ناامن در کشور ما بدون شک پاکستان سود میبره و میتونه آدم شک و تردیدهای بکنه، اما نمیشه که به طور ثابت شما یه اتهامتان ثابت کرده بتانین. در هر حالت کسایی که از ناامنی در کشور سود میبرن، چه کسایی که در رأس قدرت دولت باشن در بخشای مختلف، چه در مافیای فعال در جامعه افغانی باشه و چه کسایی که در بیرون از کشور سود میبرن از این جنگ، در این کشتارهای مرموز دخالت دارن. بسیار خوب جناب فروغی گرامی، بسیار جانانه شما توضیح کردین در مورد وضعیت وسایل ارتباط جمعی در افغانستان و نقش از او و چرا این رویدادها اتفاق میفته، ولی سوال اساسی در اینجا بود که هیچ جای شک نیست که استخبارات خارجی، دست نیروهای خارجی در افغانستان در شکل گرفتن رویدادهای سیاسی و اجتماعی و داخل کشور ما بسیار بسیار دراز است. دقیقت تا جایی که من خبر هستم میگه که ISI پاکستان، ای که چقدر دقیق است یعنی نمیفهم، ولی چنین چیزی را من خواندم که 26,000 شخص به حساب انگلیسی پیرول میگن، یعنی در حساب معاشات خود داره در دولت افغانستان که از بالا تا پایین برازو معاش میده و برازو کار میکنه. یک طرف قضیه، مسئله دیگه که بسیار بسیار مهم است که من تصور میکنم دست های خارجی سر سیاست های بسیار کلان در کشور ما مصروف هستن و دست اندازی میکنن این کشورها. کشتن سیما سیاوش و اینی شخصیت ها بیشتر فکر نمی کنین که رابطه میگیره با مسائل کاملا درونی، هرچند شما یک تاکید هم کردین، گفتین که وقتی که اینا افشا میکنن یک وکیل پارلمان، یک وزیر، رئیس جمهور، صدر اعظم، اینی جاست که اینا وقت نمیگیرن و باز دست به جنایت میزنن. هدف ما ای است که اگر که بسیار دشوار است برای ما که ما بفاهم که اینها را کی کشته، شما تصور نمیکنین با این ارگان های قوی و این بودیجه که دولت افغانستان داره، امنیت دولتی، پلیس، اما از 136 کشته شده جورنالیست حداقل 6 تا از این شناسایی میکردن که اینی قاتلش است، به اینی دلیل، به اینی دلیل، به اینی دلیل امی کشته شده. آیا این امی مفهوم تدایی نمیکنه در ذهن ما که این دولت یک دولت توریستی است و دست دراز در کشتار همی شخصیت دادار؟ خب ما همونطوری که در شروع گفتم، از بس که این دولت ناکاره و فاسد است، میشه سر شادم سر هر کار شک بکنه و تردیدهای خود بیان بکنه، اما به طور قطع نمیشه شما و ثبوت داشته باشین و بگوین که دولت دست داره. اما ناکارگی دولت، بی انگیزگی در سازمان های کشف و استخبارات ما،
در وزارت امنیت یا ریاست عمومی امنیت کشور ما کل ازی سبب میشه که چنین چیزهای اتفاق بیفته. ما اول ناکارگی و فساد گسترده که در درون دولت وجود داره ای را عنوان کردم. بدون شک به حد این دولت فاسد است که روی چنین قتل‌های فجیع سلسله‌وار و زنجیروار بله او قدری که ما و شما با اینی اهمیت سرش فکر میکنیم اصلا میبینه آدم که بسیار توجه نمیکنن، هیچ برشان اهمیت نداره. لحاظا حتی همون وزارت امنیت، وزارت داخله و ادارات قضایی ما دنبال نمی کنند چنین قضایا را. من هیچ، اما طوری که شما گفتین، من هیچ قضیه را تا هنوز شاهد نیستم که اینا نتیجه قتل یکی از این قتل ها را نتیجه شد برای مردم گفته باشن. بله. نه سازمان های کشفی ما، سازمان های استخباراتی و امنیتی ما و نه ادارات عدلی و قضایی ما که به طور مثال جنرال رازق به شکل مرموز کشته میشه. خب آخر نتیجهش چی؟ به طور مثال حادثه فجیع حمله به طور مثال حمله به قول اردوی شاهین صورت میگیره، حمله به قول اردوی شاهین صورت میگیره. یک قول اردو که باید از 3-4 بندر شما بگذارین تا در قول اردو اینقدر سلاح و مهمات و مواد انفجاری را انتقال بدین، قول اردو را منفجر میسازن، 200 سرباز و افسر ما در چند دقیقه، فقط در عرض چند دقیقه کشته میشه. نتیجهش ما خبر نمیشیم. فقط ما راستش وقتی که در مورد مقرری قماندان قول اردو ما مثال میتمیره، قماندان قول اردو شاهین بلخ وقتی که مقرر میشه در خوست، ما بر ما یک دلیل پیدا شد که به دنبال ازی بگرده که چطوری خو ای خو متهم بود، ایره خو محکمه محکوم به جزا ساخته بود، بندی شده بود، ای چطوری یکدم والی خوست مقرر شد. بله. جنرال مومن والی خوست مقرر شد. ما رفتم پالیدم که براسیام ای امو وقت به سران والی معرفی شده با چند تا از عسکرا و افسرهای دیگه که مشکوک بودن سرش، که اینا دست داشتن در آوردن طالبا و در شناساندن محیط قول اردو و اینا را در واقع حتی در انتقال این مواد منفجره و اینا دست داشتن. بله. این دستگیر میشه و به محکمه روان میشه و سرانوالی روان میشه و در نتیجه باز محکمه ایره برش حبس میکشه و وزیر دفاع او وقت آقای حبیبی است مثلا مجبور میشه که استعفا بکنه و همچنان رئیس ستاد مرکزی ارتش نامش یادم رفت سهیم یا شهیم نام داشت، ای هم استعفا میکنه. بس. خب پس از استعفا 2-3 هفته 4 هفته بعد اول خور خبر شدیم که یکیش رفته سفیر در قزاقستان مقرر شد و یکیش هم سفیر در یک کشور دیگه نمیدانم اردن یا کجا مقرر شده و قماندان قول اردو که دست داشته در انتقال دشمنان در قول اردو و به کشتار 200 سرباز و افسر ما در یک چند دقیقه شد، در چند دقیقه این بندی میشه. ولی امی 4-5 هفته پیش ما خبر میشه، شما هم خبر شدین حتما، که این آدم والی خوست مقرر میشه. خب این اینجاست که در دل شما هم شک پیدا میشه، در مغز شما هم امی تردیدا پیدا میشه که ممکن است که امی دولت فساد بسیار گسترده که در دولت وجود داره، پیوندهای بسیار رذیلانه که در درون دولت بین افراد اشخاص وجود داره سبب شود که چنین حوادث رخ بده و هیچ حادثه هم از نظر قضایی دنبال نشه، نه از نظر امنیتی نه از نظر این. اما تو در رابطه با جلوگیری از تکرار چنین حوادث هیچ اقدام جدی و قاطع آدم نمیشنوه. خب چند سال بگذره میگن که عالم میشه ولی چندین سال است میگذره. ما تازه شما همه متوجه شدین که یک کار تازه رو طالبان شروع کردن که از مابین شهر راکت باران میکنن. هیچ ضروری نیست که هر جای دور راکت باران کنن، یک چیز بیخی نو است. ببینید دفعه دوم یا سوم استکرار میشه.
4 هفته پیش شد، اینا باز شد. یقینا که بازم تکرار میشه. شما چه تدابیر برای جلوگیری از آمدن سیل راکتای به این بلندی و درازی، شما چه تدابیر تا بالا اتخاذ کردین؟ شما آیا تانستین که مثل زمان حداقل مثل زمان دکتر نجیب شما کمربند ایجاد بکنین؟ چه کار برای ایجاد کمربندا برای شهر کابل کردین؟ چه کارهای دیگه برای ایستای بازرسی؟ شما باید آدم های بسیار مطمئن باشه، نه یک سرباز عادی، نه یک سرباز تصادفی. من منظورم تصادفی که ایره برانمو $100 ماش یا $200 ماش میه. شما باید مطمئن ترین آدم هایتانه از درون امنیت، از درون وزارت داخله، پاکترین پاک نفسترین آدم ها را در ایستای بازرسی داشته باشین تا راکت های بایی بزرگی داخل شهر. آیا چون این چیز صورت میگیره؟ نه، چون این دولت اینی کارا رو نمیکنه. لحاظا برای آدم های مثل ما و شما و ژورنالیست های بیدار مثل سیاوش، مثل دایی، مثل میوند، مثل آقای امینی، بله، اینا طبعا اینا واضح است که صدایشان میبره، واضح است که اینا پرخاش میکنن، واضح اینا افشاگری میکنن، مثل امیال نصیر فیاض، مثل فرهناز فروتن، اینا کسایی که امیال کار میکنن، اینا رو خاموش کرده کس نمیتونه. اینا فریادشان میبره، پرخاش میکنن. در نتیجه اینی مایه بره که اینال ما بسیار کوتاه گفتم، جسته جسته تیستیز گفتم، اونا بسیار با تفصیل اینه میرن واکاوی میکنن. مثل شما روزنامه اطلاعات روز از واکاویش خبر شده، اطلاعات روزواری ژورنالیست های وجود داره که میره لست از فساد کلانترین آدم های کلانترین فاسد هایی که نه ششونیم صبح دنبال از او رفته میتونه تا باله و نه وزارت عدلی متابال دنبالشان رفته، ولی افشا میسازه که آقای فضلی، آقای وحید عمر، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس جمهور سابق، اینی آدم ها اینه قدر پولای گزاف میلیونی را، 3 میلیون، 18 میلیون، اینه قدره. این تنها یک مثال است که اطلاعات روز انجام دادن. اینی آدم ها اینه پول از کد 91 برداشتن بدون از اینکه اینا او رو جای درست مصرف کرده باشن، به نام موتر زره، به نام آپارتمان، به نام کرای خانه، به نام این، به نام آن گرفتن. اینا این ژورنالیست ها وقتی که مثل ما و شما که در اینجا هستیم که کم آزادی هم داریم صدای ما میبرایه، او ژورنالیست هایی که وظیفه ایشان است که ژورنالیزم تحقیقی یک بخش از ژورنالیزم است، ژورنالیزم تحقیقی کارشان است، اونا میرن واکاوی میکنن. لحاظا طبیعی است که کسایی هستن که ای واکاوی را مخالف هستن، کسایی هستن که برای چنین ژورنالیست ها دشواری خلق میکنن، برای چنین ژورنالیست ها حتی تا سرحد مرگ توطئه میکنن. ما مصاحبه بسیار یا مجربه است بسیار تند سیاوش امرای گلاب منگل کلی دیده، گلاب منگل با تمام قدرت بسیار دکتاتور معابانه شیشته و مصاحبه میکنه و سیاوش بسیار سیاوش یما سیاوش با امو شهامت و جرأت ژورنالیستی که داره پیهم سوال پیچ میسازه و او را مجبور میسازه که تسلیم شوه به سوالایش. در نتیجه مردم که ناق شک نمیکنه، حق دارن بگوین که والا خب شاید آقای منگل این کار نکرده باشه، ما نمیخوایم که بگویم که آقای گلاب منگل سیاوش خدا نخواسته کشته، ولی میتونه آدم شک بکنه وقتی که چنین دکتاتور معاونه در برابر ژورنالیست برخورد صورت میگیره. بله، میتونه حتی آدم های قدرتمند مثل آقای منگل که خیلی قدرت داره، خیلی پول داره، خیلی ثروت داره، امکانات بسیار وسیع دارن، فروغی سبینا استخدام کنن، دارن بادیگارد، دارن بوند، دارن معاش میتن اینا را، مثلا حتی قطعات خصوصی سرباز ها دارن یا اینی تیپ اینی اینی. بله کاملا درست است. بله بسیار خوب. خب بیاین که آلی همین صحبت با یک مسیر دیگه ببریم که بیننده ها از بس که زیاد شنیدن از جنایت در افغانستان
که او کشور به یک حمام خون تبدیل کردن. با بسیار معذرت که اگر فتح کلام پامال نشه به ادبی ماف، که اگر بگویم که دور از انسان های شرافتمند خوب او را به یک فاحشه‌خانه سیاسی تبدیل کردن کشور، و این را همه میفهمن و طبیعی است که در اتو حالات یک شیوه لجام گسیخته که دموکراسی یک بحث دیگه است. حتما در آینده بیننده های عزیز سر دموکراسی ما صحبت های جالب خود با یک تعداد بزرگوارای مثل فروغی سیوار خود داشتیم، اما این تنها آزادی بیان است. آزادی بیان از یک جانب به این شکل و از جانب دیگه هم باز گردن میزنن این آزادی بیان. به هر حال بیان که صحبت به این سم ببریم جناب فروغی، که شما میفهمین در عرصه های مختلف دمی حداقل اگر حساب کنیم 20 سال اخیر کمیت بسیار شدید بنابر دسترسی انسان ها به انفارمیشن ها و تکنولوژی پیشرفته بالا رفته، هم در عرصه موسیقی هم در عرصه شعر داستان. ببینید که قدر آوازخوان از نویسنده است، شاعر است، جورنالیست است، یعنی مثل که ما آمدیم پشت یک کمره شیشتیم یک برنامه دارم، به صدها هزارها جوان میان و هر کی که دلشان شد میگه. به هر حال یعنی هدف ما این است که با در نظر داشته نمتر وضع، شما میبینید که کانال های بسیار زیاد رادیویی و تلویزیونی، کانال های زیاد در افغانستان ایجاد شده که از لحاظ تنوع و از لحاظ کمیت بسیار زیاد است، ولی چگونه ارزیابی میکنین امی شرایط از لحاظ کیفیت و تاثیراتش چگونه است؟ آیا این مفید است به این شکل پیش بره، و یا این که شما زیاد طرفدار هستید که با در نظر داشت و با اتکا و تجارب بسیار بسیار عمیقی که شما در سالهای مختلف داشتین که این لجام گسیختگی ها باید از بین بره و ژورنالیسم در یک چوکات معین تنظیم شده و اصطلاح سازماندهی شده با کیفیت عالی و کمیت خوب موازی به هم پیش بره؟ یعنی وزر شما چگونه ارزیابی میکنید؟ ولی شما بسیار سوال طور طرح کردین که جوابش هم دم سوال خودتون بود. واقعا راست میگین، از نظر کمیت خوشبختانه که بسیار رشد کرده و از نظر تکنیک خوب بسیار در سطح بسیار بلند و پیشرفته. میدیای افغانستان در مجموع رادیو، تلویزیون، روزنامه نگاری رشد قابل ملاحظه کرده. اما طوری که شما میبینین که اکثرا تلویزیون ها و رادیوهایی که در افغانستان که تعدادشان نام خلال به ده ها و صد و چند رادیو و شاید حدود 50 یا 60 تلویزیون باشه تعدادشان به می میرسه، از نظر کیفیت مشکل است آدم قبول بکنه که همشان این کیفیت داشته باشه. تلویزیون های امو آمپسند و پاپولیره که در افغانستان است سر از او بحث میکنیم، تلویزیون تلو، تلویزیون آریانا، تلویزیون یک، تلویزیون خورشید و برخی تلویزیون های دیگه. برخی تلویزیون هایی که خصوصی هستن از دستای آدم های مذهبی و سیاسی و گردش افتادن، توسط پول از اونها به گردش افتادن، من سر از اون بحث نمی کنم. او تلویزیون ها بینندهشان بسیار محدود است و برای خود نشرات میکنن بیشتر. مثلا تلویزیونی که آقای محقق داره، تلویزیونی که سیاف داره، تلویزیونی که رهبر جمعیت داره، اینا هر کدامش کی گفتین شما؟ آقای نور را گفتم. بله آقای نور داره. بله خب از آقای نور باز یک ذره چی هست؟ تلویزیونی که ساخته کوشش میکنه که پاپولیر شه و آمپسند شه و مطالب عمومی برای کلگی داشته باشه. ولی تلویزیون خصوصی از این رهبرای مجاهدین و قماندانا و اینا که ساختن، اینا بیشتر برامو گروه، برامو یک قوم خاص، یک گروه خاصه که کاملا مربوط خودشان است ساخته شده و بینندهشان هم بسیار محدود است. بله آمدیم راجع به تلویزیون های آمپسند و کلان مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون یک، تلویزیون آریانا، تلویزیون خورشید. این تلویزیون ها واقعا از نظر تکنیکی، از نظر شکل
در سطح بسیار بلند رشد به نظرم رسیده که میشه آدم بگه بهش آدم افتخار باید بکنه. از تکنیک مدرن کار که ما در تلویزیون های اروپایی میبینیم، از این تکنیک مدرن خوشبختانه بچه ها و دخترهای افغان ما هم عین سود میتونن ببرن و به مو زیبایی و کوالیتی و کیفیتی که شما از نظر شکل در اروپا میبینین، خوشبختانه امی تلویزیون های ما هم در مو سطح کوالیتی و کیفیت بچه ها و دخترهایی که دانش کامپیوتر، دانش میدیا را آموختن خوب با کار میگیرن. ولی یک چیز فراموش نکنین که این تلویزیون ها اکثرا از نظر مادی وابسته به یک یا به یک شخص یا در مجموع وابسته به یک زنجیره از سیستم اطلاعاتی جهانی است. که شما از اینا انتظار بسیار واقعیت گرایی نباید داشته باشین. بسیاری از تلویزیون های حتی در غرب هم، بسیاری از تلویزیون های بسیار بزرگ هم چون دمو یک زنجیره از تسلط یک کارتل و یک سرمایه دار بسیار بزرگ قرار داره، لحاظا کنترل از دمونجا میشه. این تلویزیون ها هم بیشتر زیر یک سانسور، زیر یک کنترل، بخواین نخواین زیر یک سانسور وجود دارن. اونمو خبرهایی را که شما گپای بسیار مهم مثلا در رابطه با جنگ عراق در نظر بگیرید، در مسائل مختلف مربوط به افغانستان در نظر بگیرید، چیزی که شما در تلویزیون های غرب میشنوین، در امریکا میشنوین، در جرمنی میشنوین، اونمو را بیشتر در تلویزیون طلوع و تلویزیون یکم میشنوین، به مو شکل تقریبا میشنوین. زیاد در این تغییر داده نمیتونن، چرا در مو زنجیره اینا کلگی شامل هستن. از جانب دیگه بخواین نخواین در داخل افغانستان یک نوع سانسور فکری وجود داره و این سانسور فکری را نمیشه که فورا شما از جامعه ژورنالیستی افغانستان، جامعه میدیای افغانستان فورا این را دور بکنین. این سانسور فکری در هر صورت زیر تسلط امی 20 ساله تسلط اقتصادی که ما زیر تسلط کمک جهان هستیم، کمک غرب و امریکا به طور مشخص هستیم، زیر تسلط از این ایجاد شده این سانسور. بله. اگر شما میبینین که تقریبا در تمام گفتمان ها و میز مدور هایی که دایر میشه، در تمام برنامه های بسیار جدی سیاسی که دایر میشه افشاگری وجود داره، اما میبینین که یک رای برون رفت روشن بر مردم نشان داده نمیشه. نقش مردم از این حالت پسیو پس نگه داشته شده که فعلا وجود داره، از این حالت هیچ تغییر نمیخواین بیاین. اینا برای مردم اون نقش لازمه که باید داشته باشند در تغییرات و در حوادث، اون نقش داده نمیشه. بله. و ایده اکثرا همی یک سانسور فکری در نتیجه پس از همی تسلط 20 ساله‌ای که بر ما ایجاد شده از نظر اقتصادی، پس از همی تسلط اقتصادی این سانسور فکری هم در مجموع همی کل میدیای ما وجود داره. ژورنالیست ها بسیار با مهارت ماشاءالله رشد میکنن، با وجود میان این ژورنالیست ها خب متاسفانه میبینن که باز بهترین هایش ضربه میزنن و خفق میکنن، اما در هر حالت در مجموع همی تمام میدیا زیر یک سانسور فکری از بیرون وجود داره. رای برون رفت از همه دشواری ها و مشکلاتی که از این رای برون رفت نشان داده نمیشه. ما شاهد هستم که خب با وجودی که نباید دیره بگویم به ایسی یک حقیقت، در زمانی که ما زندگی میکردیم، در یک زمان یک حکومت یک حزبی بود، در اونجا به شکل از سانسور وجود داشت. ولی امروز که ما در یک حکومت چند حزبی زندگی میکنیم، در زمان دموکراسی زندگی میکنیم، در زمان لیبرالیزم زندگی میکنیم. ولی بازم یک سانسور فکریه که از بالا، چون ما استقلال اقتصادی و استقلال سیاسی کامل نداریم، لحاظا از بالا یک نوع سانسور فکری در کل تلویزیون ها دیده میشه، در کل میدیا در مجموع دیده میشه.
من امیدوار هستم که آرام آرام ما بتانیم جامعه روشن فکری، جامعه ژورنالیستی ما بتانه آرام آرام از این سانسور فکری در هر حالت بیدار شود، به خاطر از اینکه مردم میخواه ایره، مردم جانش به لب رسیده و مردم میخواه در هر صورت که دستش گرفته شود، و دست مردم بدون شک میدیا بسیار خوب گرفته میتانه. آدم میبینه این تحرکه در وجود اکثر از گردانندهای تلویزیون، ژورنالیست ها، شاید رئیسش نمیخواه، ولی در وجود از اینا همین بیداری و همین تحرک ایجاد شده، چون میبینن که مردم محتاج کمک هستن، مردم باید یاری برسانه ژورنالیسم و روشنفکرها و پیشگامها و کسایی که وظیفه روشنگری در جامعه را داره. لحاظ همین آزادی فکری امیدوار هستم که رخنهش باز شده باشه و آرام آرام ما بتانیم در معاون جامعه روشنفکری خود بیشتر ببینیم، در جامعه روزنامه نگاری خود. بسیار 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 عالی، بسیار زیبا، تشکر جناب فروغی صاحب. ما خدمت شما عرض بکنم که امی قضایا را آدم باید بسیار با دید بی‌طرفانه و نقدگونه ببینه، یعنی به این معنا که امو آخرین حرفی که در مورد نقد میگن که سره را از ناسره جدا کردن، امی دقیق‌ترین گپ است. از یک جانب ما میبینیم که با اتکا بر تلاش نسل‌های نو، یک موج بسیار بزرگ، یک موج از نسل جدید با روی لیبرالیزم به شکل مثبتش رشد کردن در عرصه مطبوعات، و اینا بسیار بسیار جوان مبتکر با دوسی لسان خارجی آشنا و بنابرای فرمودی شما با اتکا به یک امکانات و بودجه بسیار قوی مثل تلویزیون طلوع و آریانای بیات و دیگر تلویزیون ها، اینا وارد عرصه کار جورنالیستیک شدن و گویا که به یک مکتب تبدیل شد همین ارگان ها برای پرورش و آماده کردن یک نسل از جورنالیست ها. در این جای شک نیست، شما نام یک تعداد شما شکل نمونه گرفتین، یک تعداد شما متاسفانه بیرحمانه ترور شدن، کشته شدن. ولی از جانب دیگه امو فرموده شما بسیار دقیق است که واقعا با شکل غیر مستقیم حتی در نیو لیبرال ترین نظم جهانی و در داخل کشور که متاثر از او بوده، طبیعی ما میبینیم که یک نوع سانسور غیر مرئی و یک نوع تفتیش عقاید غیر مرئی حتی بر شخصیت ها حکم فرماست یا مستولی است و یا مسلط است، و اینمی کشتار جورنالیست ها از نظر ما ای بسیار به شکل تصادفی نیست، ای بسیار به انگلیسی organized crime میگه، یکی organized crime یکی government terrorism. organized crime یعنی جنایت سازماندهی شده و تروریسم دولتی، بله. اینی چیزا تاثیر بسیار مستقیم داره و جای شک نیست که فرمودی شما کاملا دقیق است. اتفاقا که همین سوال بعدی ما از شما در مورد ازی بود که همین قوانین و مقررات خود وزارت اطلاعات فرهنگ فعلی آیا مانی و صد بر رشد آزادی بیان و فعالیت های جورنالیست ها هست، یعنی تا حدود زیاد شما همین مسئله را پاسخ گفتین. بازم اگر حرفای دیگه داریم در این رابطه و تا میگید که در همین وزارت یک شعبه خاص بر بررسی شکایت ها و مجازات و کنترل میدیا در چوکات وزارت فعالیت دارند، از یک جانب، و از جانب دیگه وکیلای شورا، قدرتمندا، قماندان ها به اصطلاح وارلارد ها یا قماندان های جنگ سالار ها و رهبران جهادی و همه در کنترل امی میدیا و جورنالیزم نقش بسیار زیاد دارند و تا در سرکوبش و یا در رشدش و این مسائل وجود داره. و این قسمی که شما گفتین ده ها جورنالیست به خاطر افشاگری وزیر وکیل رهبر عذاب جهادی و یا عذابی که اونجا وجود داره قربانی همین جریانات شدن. بنابراین شما یک سوال من بود که کنترل که گفتین جواب دادن شما سانسور ها و گپا، ولی با این وضعیت و این فضایی که وجود داره شما چگون ما خواهی را با عرض پوزش که دموکراسی نمیدانم اگر آزادی بیان است،
چون دموکراسی باز معالفه های بسیار بسیار عمیق دیگه داره که دیگه وقتا صحبت خواهد کردیم در این رابطه، اما این خدشدار نمی سازم این حالتا جناب فرمی صاحب این حالتی که وجود داره. بالاخره این جورنالیزم ما را با این ترس رابی که ایجاد شده ما به کدام سمت میریم؟ چه خواهد شد از نظر شما؟ گپ شما بسیار دقیق است، بسیار صدمه میزده این وضعیتی که پیش آمده، مخصوصا امی قتلای زنجیره‌ای خبرنگارا که پشت هم صورت گرفت در طی یک ماه گذشته است 3-4-5 قتل شد. بدون شک که سر آزادی بیان خیلی تاثیر منفی خواهد داشت و خب و شکل ساده اگر بگوییم هر ژورنالیست مخصوصا در داخل افغانستان درون خود یک نوع ترس حس میکنه که اگر ما هم مثل یما سیاوش پرخاش بکنم و حقایق امتو سریع و پوست کنده بیان بکنم و به دنبال حقایق باشم، ممکن است ما هم به سرنوشت یما سیاوش دچار شوم یا دیگرا. اما ما به این عقیده هستم راستاس محترم که در هر صورتش جامعه پویا و متحرک است، با وجودی که اوزار امریکایی ها طور عیار کردن تای ای 20 سال با آمدنشان، بخاطر از اینکه پلان های استراتژیک بسیار خصمانه در رابطه با وطن ما و در رابطه با منطقه ما دارن، در مجموع طور عیار کردن اوزار که اموف با اسلام روح پرخاش بکشن، روح آزادی خواهی و استقلال طلبی و عدالت طلبی را در درون ملت ما بکشن. بسیار دقیق. چنانچه شما میبینین که میدیا را مطابق مایل خود طوری جور کردن، اینا طور فضا را آوردن که بچه ما، دختر ما امی که پابسن مگذاره و در صنف 10-11 مکتب میرسه بسیار زود آرزو داره که انگلیسی و زبان انگلیسی و کامپیوترش زود تکمیل شوه و زود برد یک مسئله خارجی و یک 200-300 دلار ماش بگیره و در نتیجه طور مصروف بسازه که بسیار ایرم موتاج اینمی چند چیز ساختن سر از این که پلوش چه اتفاق مفته، سر یا حوادث بسیار دردناکی که رخ میده اصلا مجال فکر کردن نداشته باشه. بله. جوانای ما یا فرار میکنن یا اصلا مجال فکر کردن ندارن و هیچ چوب فکر کردن ندارن و بعد در مجموع کل مردم هم تو ساختن که تا که حادثه سر خودش نیامده باشه، سر همسایه‌اش آمده باشه، فقط یک دلسوزی سطحی میکنه و سرش میگذرم. چون چه دیدیم ما در تابال و ده ها و صد ها حادثه اتفاق میفته، مردم به اتفاوت است. فضا رو طور ساختن در طی همین 20 سال آمدن خود که از اول که همین میدیا هم این فضا رو کمک کرد متاسفانه و همین شرایط هم طوری آوردن که با همین محیط فاسدی که جور کردن در دولت و در جامعه و رایج کردن فساد، ترویج کردن فساد، اینا به شکل قانونی تقریبا ساختن، هیچ جلوش نگرفتن. از همه چیزی که میتونست ما را همین روح بیدار ما را بیدار نگاه بکنه، اینا از همه چیز جلوگیری کردن. در نتیجه این فضا به شکل بسیار تصنعی ساخته شد که به نفع این همه تو یک حالت باید ساخته شد که نیروهایی که حداقل توان فکر کردن داشتن، کسایی که توان فکر کردن داشتن اینا را یا در اول خفه کردن یا خریدن و یا صحنه دورش کردن. دیگه چیزی نمونده که در اونجا کسی فکر بکنه سر این مسئله، سر تغییر فکر بکنه، سر عدالت فکر بکنه، سر کسی رشاندن حقیقت فکر بکنه. در نتیجه تا اینجا پیش آمدن که آل امی فضای اختناقی که با کشتارهای پیهم و زنجیری اتفاق میفته، امی حالت بیشتر تقویه میشه، همین ترس بیشتر مستولی میشه سر جامعه ما، در نتیجه بدون شک تاثیر بسیار ناگوار سر آزادی بیان، سر روح جامعه داره. اما من میخوایم گفت پیشتر خود پی بگیرم که اما به نظر من بسیار مشکل است که شما روح جامعه را تا آخرین فردش بکشین، امکان نداره. امی حالا خوشبختانه شما میبینین که
فضای کشور ما در بیرون و در داخل کشور مخصوصا در حال تغییر کردن است. تقریبا همه لب به فغان گشودن و همه میخواین که در هر صورت به فساد، به کشتار زنجیره‌ای و به بی‌نظمی و بی‌ثباتی در شهر و کشورشان پایان داده شود. همه کسا میخواین به نحو هر رقمی که میشه، حقایق بسیار به اشکال مختلف بیان میشه، به هر شکل میشه باید به جنگ خاتمه داده شود و یا با شراکت دادن طالبا یا با مقابله در برابر طالبا به نحو باید یا با کنار رفتن این حکومت از صحنه یا با پذیرفتن این حکومت که باید دیگرها را هم شریک خود بسازن و یا این که حکومت از شکل تبارگرایانه و شکل بسیار خودمحوری که در حکومت مسلط است از این باید خارج شود. یک نوع قوه فشار در حال شکل گرفتن است و نباید آدم ناامید شود. این قوه فشار بالاخره مردم به وجود میاره. از درون پارلمان آدم صداهای بسیار فریادهای بسیار عدالت خانه و جدی را آدم میشنوه از درون پارلمان یا یک نفر نی دو نفر نی پنج شش ده نفر آدم میشنوه که اینا بسیار با جرأت میخواین که کسایی که دستشان در فساد آلوده نیست با جرأت میخواین که در برابر همین بی‌عدالتی و کشتار و بی‌ثباتی که در کشور دوام داره و هیچ کس ایره نمیخواد که پایان ببخشه و جدید در پای پایان بخشیدنش نیستن در برابر از این خیستن. من به این خاطر میگم که روح ملت نمیتونه کسی بکشه، بیدار میشه و بالاخره برای تغییر این جامعه برای تغییر آمادگی میگیره. ما امیدوار هستیم که این تغییر بالاخره شاهد شویم و به هر شکلی که میشه. خب من پیشتر گفتم که میشه سر از این اگر وقت داشته باشه برنامه‌تون بحث دیگه بکنیم که یا با پذیرفتن حکومت موقت یا با کنار رفتن کسایی که در رأس دولت هستن بسپارن به کسای دیگه که طرف مقابل هم راضی باشه و یا با شریک کردن حتی همی طالبا. ببینیم امیان خب بحث زیر باید جدا پای بگیریم ولی میشه مختصر و معجز صحبت کنین هنوز وقت داریم بفرمایید. خب ما بله اگر کوتاه میخواین صحبت بکنیم بفرمایید. بله ما با یه عقیده هستم که بله حتی جنگ در برابر یک دیگه امی کشتار طالب توسط سرباز و سرباز توسط طالب امی یک چیز میتونه بسیار بیهوده باشه. باید سر این مسئله باید صحبت جدی صورت بگیره. باید ملت همون گفه اول شما که ملت به گفتمان باید دعوت شود. قسمی که شما شاهد هستین که 24 سال پیش بعد از یک ناکارآمدی حکومت مجاهدین او زمان حکومت مجاهدین وقتی که به قدرت میآید یک حالت بسیار ناکارآمدیش در 3-4 سال معلوم میشه و دیگه یک تقابل خونین بین گروه‌های مختلف جهادی صورت میگیره. میبینیم که طالبای بنیادگرا به قدرت رسانده میشن و در ادامه از او بعد از سقوط دادن طالبا دولت دست نشانده و فاسد امروزی به ما تحمیل میشه. به نظر من یک شک وجود داره میاله. بله اگر اجازه بدین من می شک و تردید خود بگویم. شک وجود داره که خواهش میکنم بفرمایید عین سناریو میتونه در حال آماده شدن باشه، میتونه که عین پیراهن در حال دوختن باشن که همونطوری که بعد از مجاهدین طالبا آمد و بعد از طالبا یک حکومت دست نشانده ممکن است که باز عین سناریو تکرار شود. دولت را که خودشان ایجاد کردن امیال ما شما شاهد هستیم که تمامشان روی یک سره یک صدا در جمله فاسدترین و ناکارآترین دولت های دنیا اعلام میکنن و به شکل به اشکال مختلف میخواین که این دولت تعویض شود. شاید تعویضش با یک دولت دست نشانده دیگه در یک شکل و شمایل دیگه و یا شاید تعویضش با یک دولت مشترک متشکل از گروه‌های افراطی متشکل از طالب‌های نکتایی‌دار به نکتایی بله طالب‌های نکتایی‌دار یا طالب‌های جمهوری‌خواه من نام بمانم. بله چرا اگر متوجه شده باشین که آقای غنی آل بانی پافشاری بانی سر جمهوریت بسیار سرش میکنه. بله امریکایی که انواره اونا یک منافع تعریف شده در افغانستان دارن بله اونا رو ما می‌بینیم که دیگه نه
نه توان مالی برای ادامه جنگ دارن، نه قدرت استادگی در برابر این قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه، چین، هندوستان، ایران، اینا هر کدامشان آل مانع تحقق پلان‌های آمریکا میشن. و دیگه ای که آمریکایی‌ها دیدن که این دولت بسیار فاسد است، بسیار شوق حمایت از این دولت ندارن، ممکن است یک جاگزین برش پیدا بکنن، یک الترناتیف. اونا میخواین از در واقع از افغانستان پا پس بکشن. اما امروز هم از زبان جنرال میلر در آخرین خبرهایی که من دو ساعت پیش شنیدم به صراحت گفت که ما تا 15 جنوری در هر صورت قطعات خود تا 2500 پایین میاریم. بله. چند روز پیش اگر شما خبر باشه نمی یک لایحه بسیار جدی درباره خروج سربازهای آمریکایی از افغانستان در مجلس نمایندگان آمریکا پاس شد که به اساس از او آمریکایی‌ها واقعا قطعا میخواین که قوای خود تا 2500 برسانن. و ما اخبار آلمانی و تا حدود از کشور آلمان و در رابطه با او از بلژیم و فنلند شنیدیم که قطعات آلمانی و بلژیمی و فنلندی هم میخواین در هر صورت با طبیعت از امریکایی ها از افغانستان خارج شد. خب من یک چیزم فقط بخوایم اضافه بکنم که خواهش میکنم. خب معلوم میشه که امریکایی ها به خاطر شاید جلوگیری از ایجاد حرج و مرج که بالاخره او هم زیاد به نفعشان نیست اگر وضعیت بسیار بد و ناهنجار شوه و جنگ داخلی در بگیره، به نفعشان نیست. برای جلوگیری از ایجاد هم تو یک حرج مرج هر بار به خروج مسئولانه از افغانستان تاکید میکنن. اما این دولت به حد فاسد است، به حد سر دل امریکایی ها به اصطلاح ریخته که اونا هم بی علاقه به تعویض از این نیستن، میخواین که این دولت را تعویض بکنن. اونا میتونن جلوه عزم‌پاشی و فروروزی خطرناک بگیرن البته، اما در هر صورت خواهان یک تعویض هستن. چگونه تعویض؟ آیا ایره با یک دولت مشترک با طالبان میخواین تعویض بکنن، یا آیا با شاید با کسای دیگه، یک عده افراد دیگه که خودشان تشخیص میدن تا این دولت باید تعویض بکنن؟ بله، بسیار خوب جناب فروغی صاحب گرامی. خب ما خود اینجا بیشتر کوشش میکنم که نقشم یک گرداننده را داشته باشم، هرچند که دیروز هم یک دوست ما بسیار با شدت سرما تاخت که تو نه تنها که اجازه نمیتی میمانه که صحبت بکنه که مداخله میکنی، از او خاطر کمه که ترسیمیم از بیننده ها و شما هم خب زیاد میترسم برای از اینکه یک سابقه بسیار طولانی و دراز و تجارب بسیار گرانبها ها در عرصه جورنالیزم نه تنها که داریم که صاحب یک فهم بسیار بلند در عرصه تحلیل مسائل هستیم. این صحبت ها را میگذاریم با یکی دو برنامه دیگه که اگر ما جناب شما را یک قسم سازماندهی کنیم که یک دوستای دیگه هم به نظرات خود بگوید. ما همینجا یک سلسل به اصطلاح وجه عربیش بگویم که عریضه های داریم که آله ما فکر کنم که اگه ادامه بدیم یکونین دو ساعت دیگر دبر میگیره که شما هم بسا گپ دارین، ما هم بیاین از این میگذاریم، پس شما را دوباره میبرم سر اون مسئله پیشتر که در مورد جورنالیزم گفتیم. یک چیز برای اختتام بازگرد ختم شما صحبت مختصر داشتین، بفرماین که با تأسف کلام یک پدیده بسیار بسیار کلام فروغی صاحب از یاد ما و شما نردر رابطه با تشکل و تکوین رویدادها و حادثه ها او عبارت از مردم است، همه که پیشتر شما گفتیم که فقط این جنایات در جای اتفاق میفته بنابرای گفته امو یکی از بزرگان انگلیس که ملت خوابیده و غافل و رهبران خائن داشته باشند. همون شعر بسیار سعدی هم یادتان است که میگه گوسفند برد این گرگ مزور، هر روز گوسفندان دیگر خیره در رو می نگرد. از جورنالیزم ما گرفته تا شخصیت ها، تا بم، تا راکت، تا کشتار دست جمعی، همه مردمان شاهد است.
شما برای یک لحظه بین زندگی عملی را من نگاه میزنم، میبینید که در ظرف 5 سال 45,000 رئیس جمهور اعتراف میکنم. من مطمئن هستم که 45,000 دبل از 90,000 است، نصفش پنهان میکنند. یا بله 45,000 دیگه بسیار خاموش، سایلنتلی میگن به انگلیسی، ای رفته کشته شده. و خب 20 سال اگه حساب کنن، خب کم از کم 1.5-2 میلیون دیگه آواره شد و 300,000-400,000 هم کشته شد. برای یک لحظه از دید عملی شما تصور بکنید که اگر امی 45,000 یا 50,000 یا 100,000 شخص برای یک ماه در جاده های کابل بریزن و با وجود همه تهدیدها پی هم دیگه نه مظاهره صلح‌آمیز کنن برای برانداختن رژیم، شما تصور کنید که قصر سفید در اینجا می جنبه از امی جنبش. اما با تاسف اونم تدریجی کشته شده، میگم مردم شاهد کشتار فرزندای خداست و کسی آب از آبم شور نمیخوره. به هر حال فکر میکنم که صحبت ها در این رابطه بسیار بسیار وسیع است. این بحث هایی که وجود داره در قطر، این جریاناتی که شما گفتین، حتما در برنامه های دیگه شما را آل داریم با خود، جمع دوستای دیگه وقتم فراختن زحمت خود دادیم. حرف های دیگه اگه داشته باشین خوب، اگر نداشته باشین برین که ببینیم که دوستا چی تبصره کردن و یک در دوستا ما و شما را لایف همین لازم میبینه و تبصره های هم داره. فقط یک دکتر، ما به ادامه گپای پیشتر خود بسیار کوتاه میخوایم بگویم که اصلا به نظر ما به کوشش های دولت افغانستان، مخصوصا شخص رئیس جمهور و اطرافیان بسیار نزدیکش، مبنی به ای که اونا با پاسداری از جمهوریت میپردازن و مبارزه در برابر فساد میکنن، که برنامه آقای صالح بسیار در این وقتا مورد توجه کل قرار گرفته، ما در برابر طالبان میرز، من ما یک سر سوزنم نمیتونم باور بکنم. رئیس جمهور غنی فقط برای بقای خودش نگران است، نه برای بقای جمهوریت. او همونطوری که 6,000 طالب جنایتکار و بعدا صدها و شاید هزاران جنایتکار پاکستانی را به بهانه صلح و حسن نیت بعد از سفر عمران خان از زندان ها آزاد کرد، 7,000 زندانی باقی مانده طالب ها را هم و پاس ماندن در قدرت و یا ماندن در بخش از قدرت، شاید مکمل در قدرت نمانند. شاید هم طرح وجود داره که ای به شکل رئیس جمهور که صلاحیت نداشته باشه، نه مثل امروز در این طرح شامل باشه، ولی در بخش از قدرت هم میخواید که وجود داشته باشه. ای 7,000 طالب دیگر هم رها خواهد کرد در یک پیش شرط دیگه که طالبان میگذارد. یک گپ فقط برای مردم خود هم داره. مردم باید بفهمند که ناآگاهی، بی‌تفاوتی و بی‌اتفاقی زمینای ادامه تحقق هر نوع معامله‌گری دیگره، زمینه مداخلات بیگانه ها را، مداخله پاکستان، ایران، امریکا را، هندوستان، هر کشور دیگره در امور داخلی مملکت ما زیادتر مساعد میسازه. بی‌تفاوتی ما، شما پیشتر بسیار خوب چیز اشاره کردیم، بی‌تفاوتی ما، ناآگاهی ما و بی‌اتفاقی های ما این را بسیار مساعد میسازه. زمینه همین معامله‌گری ها و در مورد کشور ما را و مداخلات بیگانه را در امور داخلی مملکت ما بسیار مساعد میسازه. و دیگه به می بیگانه، به می کسایی که دشمنانه، همسایه های ناجوان ما که دشمنانه به مسائل داخل افغانستان نگاه میکنن، به اینا فرصت میده تا با قدرت رساندن آدم های شارلاتان و گروه های مافیایی دیگه بر ما باز یک سرنوشت دیگه به خواست خود رقم بزنن، یک سرنوشت تلخ و غم‌انگیز. بله بله، باید مردم اول باید بیدار شود. کافی است مرگ، همه قدر مرگ که همه روزه اتفاق بفته. باید از این بیتفاوتی باید مردم بیرون شود و از بیتفاقی باید نجات بتن خدا. ما کت بیتفاقی به هیچ چیز نمیتونیم برسیم. هر طور میشه ما باید با هم در پهلوی هم باشیم، نه در مقابل هم. وقتی ما همه بفهمیم، ما همه از این حالت بیتفاقی خارج شویم، باور بکنیم که همون تغییری که ما و شما آرزو داریم
به مو تغییر می رسیم. ما را هیچ کسی، هیچ قدرت، نه امریکای، نه روسیه، نه هندوستان، نه پاکستان، نه ایران، هیچ کشور نمیتونه بر ما سرنوشت ما را اونا تعیین بکنن. متاسفانه ملت ما حال نمیتونست، هیچ سرنوشت خود دخالت ندارن. هر چیزی که دیگرها رقم میزنه اون همون رقم میشه. آخرین حرف های معمی بود. با تشکر میکنم از شما که لطف کردین این فرصت را برای من مساعد ساختین. باش میکنم. درد دلا باشه، همونطوری که گفتین در موارد سیاسی میشه مشخصتر. هر زمانی که شما لطف بکنین من در خدمت هستم. بسیار تشکر میکنم از محبتتون که از شما هم همیشه استفاده بردیم، از برنامه های بسیار عالی که شما داشتین. خب ما کدامش بگویم، از برنامه‌ای که همراه آقای حسن شرق داشتین، از برنامه‌ای که در رابطه با احمد زاهر داشتین، ده ها برنامه، چندین برنامه تان ما دیدیم، واقعا استادانه و خیلی روشنگرانه شما بسیاری حقایق که تا به حال گفته نشده شما در رابطه با مسائل مختلف باز گفتین. از همه برنامه‌ایتان سود بردیم. از شما تشکر که لطف کردین راستا صاحب خان که ما رو دعوت کردین. جناب فروغی صاحب گرامی، باز هم سپاس از شما و باور کنین که حالت نشه که تمات خانوی ما افتاد خانوی با حساب جی نشه، اما می حرفای آخر شما بسیار نتیجه گیری یادی و کلید و شاکلید حل پرابلم های افغانستان اینمی چند پرگراف آخر شماست که اما شما گفتین. به هر حال اگر اجازه تان باشه بیاین که بریم به سراغ دوستانی که نمی لحظه هستن و لایف ما و شما را میبینن. ما در کمره باشم، شما در کمره هستین، شما را موقعیت مفت اعلام میکنیم. حالا که با مشکل که شما را گیر کردیم با آسانی رهایتان نمیکنیم جناب. خب ما یک کمک امروز یک الرژی هم دارم جناب فروغی صاحب، اگر یکان دفعه والا آها اسمه کنم من میفهمین دیگه که یعنی چیز است. خب باشین که من پیدا کنم که این از اینجا است دازه که آه. جناب شیر حجیر میگه سلام به بزرگمرد فروغی صاحب نازنین و شما جناب راستان، سپاسگزار هستم. آقای بسام، استاد بسام میگه سلام و عرض ارادت خودم خدمت جناب فروغی عزیز و نام مرا هم گرفتن لطف کردن. ابراهیم سحر هم سلام میگن. خانم سهیلا بسام که خودشان یک نطاق ورزیده بود شما میشناسینش، درود سلام به شما. آقای عبید فخری همیشه لطف میکنن و میگه سلام به هر دو نازنین. 50% گپت فخری صاحب صحیح، 50%ش نه. در مورد فروغی صاحب که نازنین گفتی صحیح، در مورد ما اگر می حال ما را می لحظه ببینی نمیگی نازنین مرا. نعیم سلیمی درود سلام به شما. جناب همایون منصوری سلام و درود. دکتر انجینیر فرید زیوری سلام و درود. بشیر صدیقی شجاع شفا میگه که سلام و درود خدمت دوست عزیز و گران مهرم فروغی عزیز، نویسنده و مفسر توانای کشور، و نام مرا هم لطف کردن گرفتن. یعنی ما کوش میکنم که متن همون قسم که هست همون طور بخوانم فروغی صاحب. خواهش میکنم. خب جناب بشیر صدیقی را گفتیم نامش، جناب غفاری که خودشان تحلیل های بسیار خوب داره درود برتان میگم و میگه که درود بر شما. خب بیاد اگه در مورد ما که چیز نوشته کردن من نمیگم، فقط میگه درود و افتخار بر مهمان دانشمند شما فروغی گیران بها. یعنی فروغی صاحب ببینیم که زور شما چقدر زیاد بوده. والا خواهش میکنم زنده باشین. اجازه است ما یک تشکر کنم از خواهش میکنم تشکر کنین، ولی هنوز ادامه داره بینید داره ما باید نامشان رو بگیر. خب جناب میر شبری که ما اشتباه به اصطلاح اما تخلصشان اشتباه گفته بودم با عرض پوزش، به هر حال درود سلام ما را بپذیرین. ابراهیم سحر میگه پروگرام جالب ساعت با شما را مجسم ساختم و خود را برای لحظه جوان یافتم. یاد وقایتا بخیر. جناب بسام میگه که خوشحالم جناب فروغی با تجربه زیاد در این زمینه در برنامه وجود حضور دارن، از ایشان از طریق این برنامه نظریاتشان را میشنویم. آقای جناب دگروال صاحب گرامی خانقا سعید میگه که
خب در مورد ما هرچی که میگن او را نمیخوانم، در مورد شما میگن که مهمان گرامی شما را عرض سلام برتان میگم و موفقیت های بیشتر میخوایم. استاد ظفر شمف میگه سلام و درود میگه با شما، خانم مکی جان حکیمی سلام، و هنرمند بسیار خوب، شخصیت بسیار بزرگوار مجید قیام میگه درود سلام میگه و به شما هم سلام های جداگانه. خب جناب شیر پجیر میگه که من ویدیوی مقتول را زمانی که زخمی و زنده است دیدم، آشکارا از صدای تنفس معلوم میشد که مجرای تنفسی یا در قسمت های گردن و یا در قسمت شش ها باز است. اما توی یکی من در حیات مسلکی هم ده ها و اگر مبالغه نکنم بیش از صد ها چنین واقعات را از نزدیک دیده ام. از نظر طب عدلی وقتی کسی دست به خودکشی میزند، آسان ترین طریقه و وسیله که تیز و بران باشد استفاده نمی کند. خب هر صورت ممکن است کس خودش را با چاقوی کند زجر کش کند، چه رسد به خودکشی با سنگ که من ویدیو را دیدم مقتول یا با کارت. خب به هر حال جناب قیام میگن که تا که گلبودین راکتیار قصاب و دار دسته آدم کشش و بادارانش آیسای در کابل است، انتظار کشتار بسیار از روشن فکران و خبرنگار چیز فهممان دیگرمان را هم داشته باشیم، ولی اینها غافل از آنند که با کشته شدن این جوانان عزیز هزاران جوان دیگر سر بلند میکنند. جناب عبدالرحمن احدی درود سلام ما و فروغی صاحبه بپذیرین. خب آقای لاروی فدا لاروی که میشناسیم، چند روز پیش با اونا صحبت هم داشتم، ولی میگه چرا تنها پاکستان، چرا علنی نمیگویم که امریکا و ناتو در راست قرار دارن؟ پاکستان ژاندارم و متحد استراتژیک امریکا است، اگر این طور نیست چرا امریکا این کشور را پشتیبانی می نماید؟ اونا با فرولی صاحب جواب لاروی صاحب اتمن میتن. خب جناب بسام میگه که حرف فرولی صاحب دقیق است، گناه دولت از بیکفایتیش است، ولی نقش جهادی ها و آنانی که وابسته به استخباراتن در طور جورنالستان برچسته است و دولت به خاطر حمایت جهادی ها و معامله گری با آنان طور جورنالستان را پیگیری نمی کند و برایش بیتفاوت است. خب این قیام صاحب هم سر گلبودین قاره است، فروغی صاحب و هم سر غنی، منطقه یک تفسیرش خواندم دیگه شد نمی خوانم برازی که بسیار قاره است سرش دیگه بزرگ مردم در صفحه های فیسبوکی بخوانم. جناب شمس میگه کشورهای مختلف مصروف جنگ نیابتی در افغانستان می باشند و این کشورها در کشور ما موافقین و مخالفین خود را دارا می باشند و اینها در مقابله با یک دیگر می باشند. در عقب این قتل های مرموز دستان نامرئی وجود دارد و اینها بسیار ماهرانه این قتل را سازماندهی می کنند. آقای لاروی باز میگه چه سندی دارید که این راکت ها کار طالبان است؟ تمام دنیا میگوید که کار داعش است و داعش نیست مسئولیت را قبول میکند که در مرمون خانه های وزارت امنیت زندگی میکنند و شما میگوید که مسئول طالبان است. این فروغی صاحب کدام گپ اگر دارین یا پسان یادداشت میگیرین میگین هر قسم که دلتان است. بله ما کنده کنده یادداشت گرفتم دیگه، خب. ولی به صورت ما مجبور هستم به صورت کلی یک جواب در برابر مثلا از لاروی خیلی ما تا آخر میخوانم با شما با صورت کلی جواب بدین، منتها این سوال ها یادتان باشه که لاروی سب اونو طور گفته با شما میتونی جواب بدین. یاد داشت کردیم از لاروی. جناب اسدالله فقیری میگه که خب میگه که وحید عمر در جرباس گفته که ما از کود 91 استفاده نکردیم. به هر حال باز لاروی سب میگه شما سندی دارید که طالبان و داعش دو سازمان جداگانه است. جناب اسدالله فقیری میگه که تورها زمان گلبودین که میرویس جلیل خبرنگار رادیوی بی بی سی را به شهادت رساند که تا امروز جریان دارد سلسلهش. جناب شمس میگه قدرت قلم متکی به حق و عدالت از هر شمشیر قویتر و تواناتر و برندتر از ژورنالیستان و خبرنگاران میتوانند نقش اساسی را در افغانستان ایفا نمایند. در این اواخر ژورنالیستان با شجاعت تمام اسناد و مدارک را از فساد بعضی از مقامات دولت در اختیار دارند. خب عبدالاحمد حدودیار دوست عزیز ما سلام و درود ما را هم بپذیرین.
فهیم نورزای میگن این که هویت مردم معلوم نیست، کارت هویت اصلی قدم اول است برای یک جامعه که بخواهند قانونمند باشند. بسام صاحب میگه در ارتقای سطح کیفیت پروگرام های تلویزیونی طلوع زنده یاد استاد زریاب نقش داشتن، روح این بزرگمرد شاد. واقعا جای شک نیست استاد بسام. جناب لاروی صاحب میگه آقای شیر دلایل وجود دارد، اولا جنگ های مداوم میان این دو است و این پنهان نیست، دو داعش یک حرکت افغانی نیست، این لشکر شکست خورده از شرق میانه و شاخ افریقا تا وسط امریکا به نام شاخه خراسان انتقال داده شده، طالبان حرکت افغان است، منظورم طالبان افغانی است. جناب شمس میگه که تلویزیون ها در افغانستان تحت تاثیر سیاست کشورهایی که در افغانستان منافع دارد قرار دارند و اکثریت این تلویزیون ها سیاست و منافع این کشورها را انعکاس میدهند. جناب فهیم نورزای میگن که روشن فکر یعنی موقف خود را در طبیعت دانستن. جناب محمد علی ولیزاده محترم میگه که سلام خدمت شما و خدمت اردوی ما دیگه لطف بله. جناب ظفر شمس باد میگه قتل و کشتار جرمستان به معنی خفه ساختن صدای مردم میباشد و پایین دادن به آزادی بیان است، شاید با آمدن طالبان. آقای لاروی میگن با آمدن شان یا تجاوز آشکار و بی‌شرمانه و اشغال سرزمین ما. آقای فروغی چرا اشغال را با آمدن تعویض می نماید؟ آقای لاروی گفته ای گفت. جناب دوست ما که شما هم است آقای وحید مردان درود و سلام ما و فروغی صاحب بپذیرید. بسام صاحب میگه تحلیل دقیق جامعه شناختی در رابطه با نسل جوان بسیار دقیق، چگونه غربی ها انحراف فکر و اخلاقی را رهبری میکنند. خب محمد عزیزی میگه که فقط با جنگ میتوان به طالبان فهماند که مقبول جامعه افغانستان نیستند. آقای لاروی میگه من به تغییر یا بیان دیگر انقلاب باور دارم. خب محمد عزیزی میگه که بله عزیزان میهن ما را آتش گرفته، ملت باید سیلاب گردد تا این جاهلان را از صحنه قدرت حذف نماید. جناب لاروی بازم میگه هرچی زودتر گور خود را از کشور افغانها کم کنند، چی با رزاق چی با زور. جناب شمس میگه امریکا به هیچ وجه از افغانستان خارج نمی شود، امریکا از افغانستان به مساوی تخت شیز علیه رقابای خیش در منطقه و به ویژه ایران، چین و روسیه استفاده می نماید. به هر صورت آقای شیر اجیر گمانم با جناب لاروی صاحب میگه که لاروی صاحب محترم اتفاقا دلیل من برای یکی دانستان داعش طالب همین است که آنچه را به نام داعش معرفی میکنند با وجود حملات مکرر در سایه دولت و کشتن مردم با طالبان جنگی ندارند. البته بر خود قماندان ها بالای تصاحب اموال قاچاق و غیره را نمیتوان دلیل جنگ طالب و داعش دانست. جناب دکتر صاحب گرامی استوره شمس سلام و درود ما را هم بپذیریم. خب به هر صورت ما از یک تعداد تفسیر ها میگذرم چون وقت زیاد میگیره. بله جناب بسام میگه که فروغی عزیز بسیار صحبتتان دقیق و جالب بود برایم. علاوست لاروی سر میگه علاوست طالبان باندهای جنایتکار را به نام طالبان رها میکنن، این 7000 جنایتکار و دزدن نه طالبان. خب فروغی صاحب جناب شیر حجیر میگه فروغی صاحب بزرگوار آیا باور دارید که طالب داعش جدا از همان؟ ظفر شمس میگه هیچ کسی آزادی بخش نیست، این مردم است که باید خود را آزاد سازند و سرنوشت خود را در دست خود بگیرند. مردم در صورت این میتوانند انجام ندهند و دست هم دهند و اتحاد همبستگی در بین خود ایجاد کنند. مردم به قدرت واقعی خیش پای نبردند، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر مردم مقاومت کند. اتحاد و همبستگی مردم ضامن پیروزی خواهد بود. به هر حال ایجاد دوستای زیاد است که امروز من نامشان نمیگیرم. جناب فروغی میفهمید که کمک امی تکلیف الرژی ما زیاد است، اما به شما واگذار میسازم صحبت که صحبت بکنین و از حضور تک تک شما دوستان ما سپاسگزاری میکنم. بفرمایید جناب فروغی اگر حرفای آخر دارین در این رابطه لطفا بیان بکنید. خب اولا که از همه عزیزانی که لطف کردن آمدن ما شما را تعقیب کردن و شنیدن تشکر میکنم، که تا بین دوستای بسیار ارجمندی که ما از نزدیک همراهشان آشنایی داشتیم
مثل دکتر سب شیر حجیر لاروی صاحب و همسنفی گرانقدر نویسنده و اندیشمند عزیز ما شجاع جان شفا و خیلی کسای دیگه، کسایی که ما از نزدیک همراهشان آشنایی داشتیم حضور یافتند. بسیار تشکر میکنم از همشان. پاسخ گفتن به کل سوالات تک تک فکر میکنم نظر به کمی وقت دشوار است، اما ما کوشش میکنم که باید. از لواب برخی سوالات به پاسخ بگویم که فکر میکنم بسیار بسیاری سوالات نزدیک به هم است که امیدوارستم مورد قبول قرار بگیرم. و بسیار سوالات در صحبت های شما جواب هم داده شده از احمد. تقریبا گفتیم نظریات خودم در رابطه با این مسائل. فقط در رابطه با مسئله فساد و موجودیت فساد، این وضعیت بسیار ناهنجاری که سر ما مسلط شده، ما میخواستم یک چیز پیش از پاسخ گفتن مشخص بگویم که یکی از عوامل اساسی ادامه جنگ و عمدترین دلیل ترویج فرهنگ فساد و چور در کشور ما در پالوی پول پرستی سری ناپذیر قماندانا و رهبرای جهادی، به فکر ما همین گروه نکتای پوشای دیسانت شده از امریکا و غرب بوده، بخصوص کسایی که از امریکا آمدن که با وارث شدن صدها میلیارد دلار و شاید چند هزار میلیارد دلار، 2 یا 3 هزار میلیارد دلار که میگن 2 تریلیون، خب صدها میلیارد حتما که با آمدن این صدها میلیارد دلار در داخل کشور ما مثل مور و ملخ اینا از امریکا و از کشورهای غربی مخصوصا از امریکا در افغانستان ریختن. اینا آمدن رئیس جمهور شدن، وزیر و مشاور و رئیس شدن، حتی رئیس بانک مرکزی ما شدن. این خیلی دزدا با برادرها، اقارب، دوستان و هم پایکایشان، هم رفیقای بسیار صمیمیشان، دوستای بسیار نزدیکشان که با خود آورده بودن بهترین کادرهای مملکت ها، بهترین جوانای تحصیل یافته ما را که واقعا اینا خود رسانده بودن، اینا را همه را با شعر راندن. ما شما توریک شاهد هستیم و هزارها جوان ما کار یافته نتونست، کسایی که بسیار مستحق بودن، بسیار کسایی که مستحق بود، اینا از محیط کار خارج شدن و حتی بسیارش آواره و در بدر در غرب آمدن، چقدرش غرق شد در دریاها. از دست اینمی کسایی است که از امریکا برای چور آمده بودن و تا امروز برای چور هم اونا دوام میتن. تمام پستای بسیار عمده دولتی را، وزارت مالیه را بار بار امینا در چنگ خود گرفتن، وزارت های بسیار کلیدی و مهم بار بار اینا در چنگ خود گرفتن. خب ما همونطور گفتم که اینا حق برای جهادی ها هم دادن، طبعا برای اونا هم حق میدادن، اونا رو هم شریک ساختن تا دهی دزدی و فساد سم بگیرن، اونا به شکل دیگه به غصب زمین ها پرداختن، اینا دیگه رقم چور کردن. از کمک هایی که آمده بود بیشترش اینا ازش سود بردن و چور کردن. در نتیجه فساد اینا به شکل رسمی اساسا اینا زمینیش خودشان مساعد ساختن و هیچ جلوش نگرفتن و بر جوانای ما هم، بر مردم ما هم اینا اصلا فرصت ندادن که اینا خودشان بیاین کارار خودشان در اختیار خود بگیرن. و بدتر از همه ای که اونا بدون ترس از مؤاخذه، بدون ترس از پرسان، اصلا از هیچ کس تا امروز اینا نمیترسن. تا تانستن اینا خوردن، چور کردن و پشتاره اینا که خود آوردن امریکا و غرب آوردن. اونا وقتی که تا گلو سیر شدن هر کدامشه، من حاضر هستم بر شما بگویم، از اکلیل حکیمیش گرفته تا اینش تا آنش، وقتی که خوب خود سیر کردن، پاسپورت های امریکاییشان در جیبشان بود، آمدن و بدون از اینکه حتی به کسی کوچکترین حساب پس بتن، پس در پالوی خانواده های خدا کیف میکنن، از پولای گزافره که به اشکال مختلف انتقال دادن از او استفاده میکنن. منبع اصلی تمام فساد اینمی دیسانتی های استن که از امریکا آمدن. من معذرت میخوام که من نمیگم کل گیره، ولی 90%، 95% کسایی که از امریکا آمدن دی چور شرکت دارن و در پست های دولتی را اینا گرفتن و از رئیس جمهور تا رئیس بانک، گفتم همه چیز اختیار از اینا بود، تمام مشاوری پولای گزاف به انواع مختلف اینا برای خود فقط برای استفاده جویی خود را جوری کردن. خب ای نظر ما در رابطه که همی عامل عمده کل همی اتا ادامه جنگ هم اینا هستن. اینا نمیخواین همی بازار بسته شوه، اینا نمیخواین که همی دوکان بسته شوه. البته امرای کسایی که در داخل رهبرها و قماندانان مجاهدین هم شریک هستن، اونا هم به نحوه از
ادامه جنگ سود خود میبرند. خب ما دیگه متهم ساختن پاکستان و متهم ساختن ایران و متهم ساختن دیگر را یکم شاید چی باشه، بسیار به نظر من غیر واقع بینانه باشه که ما همیشه مد شده که ما وقتی هر چیز اتفاق مفتعی را با پاکستان ارتباط بدیم، به ایران و به امریکا ارتباط بدیم که نمیکنم، اما مایه تمام فساد، مایه تمام بیعدالتی، ترویج فساد و ترویج فرهنگ فساد و موجودیت ای همه دشواری که ما داریم که هیچ ثبات نمیه، جنگ نمیه، میلیاردرهای امریکایی است که این جنگ نمیخواین بازارش بسته شود، دکانش بسته شود. لاروی صاحب محترم، سوالای جدی که لاروی صاحب مطرح کردن، اشغال امرای آمدن نباید تعویض بکنین، راست میگین، ما شاید جای گفته باشم آمدن، ولی به نحو ما مثل که در اشغال روسا بودیم، ما امیال در اشغال امریکایی و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی هستیم که ما اختیار خود نه در سیاست خارجی زیاد اختیار خود داریم، نه در سیاست داخلی اختیار خود داریم، ما زیر اشغال هستیم. من که شما هم باور هستم محترم لاروی، اما در رابطه با طالبا و دایشیا که شما به نحو یک سوال مطرح کردین و همچنان دکتر شیرجان حجیر لطف کردن که باور دارم که طالب و دایش جدا از هم باشه، ما به این باور هستم که خب داعش یک پدیده بسیار خاص عربی است. داعش با اونمو خاصیت افغانی که برای ما سازمان‌های استخباراتی داخل افغانستان خواستن یک تصویر بتن، من زیاد شخصا باور ندارم. داعش بسیار بسیار یک پدیده شناخته شده خاص عربی سوریایی عراقی است. خب گروه طالبا که هیچ مشک ندارم که تمام فجایع را، تمام کشتارهای دست جمعی که در مساجد، در تکیه خانه ها، در پوانتون، در هر جایی که اتفاق میفته، مسئولیت تمام از این به دوش طالبا است. بسیار بسیار بسیاری استخباراتی و بسیار دولتی است که اینا بهانه داعش بسیار خوب بر خود جور کردن و خود طالبا هم این یک چیز است که بسیار استخباراتی خودشان ایجاد کردن بر افغانستان، بسیار چیز خوب است که اینا ممکن است که طالبای تندرو گروه حقانی که هیچ کارشان پایین تر از گروه داعشی های سوریایی و عراقی نیست، اینا با ترساندن مردم در چند ولایت ما، در مثل ولایت ننگرهار، خواستن یک پدیده نو یا جدید افراطی اسلامی را برای مردم به نحو شکل بتن تا بعدا در حوادثی که نمیخواین نامشان به نحو مطرح شوند و به ضررشان است، در او حوادث پای داعش کشانده شود. من هیچ باور ندارم که در تمامی حوادث، در قدم اول همی شبکه اقانی و طالبا در مجموع، اقانی و مقانی نداره، شورای کویتا و من میفهم، هم از اینا، یعنی یک گروه تندرو بسیار افراطی است که تنها ایره من، نه شما، نه تمام مردم افغانستان خبر دارن که ایچی جفاهای بسیار سخت افراطی در حق مردم پشتون ما نکردن. چه رسد به ای که بیشترین ضربه را مردم پشتون بودن، بیشترین هم متوجه پشتون های ما شده. ما شاهد هستیم که اینا دم چیز بسته کردن، توپ بسته کردن و پراندن، ده ها شکل علال کردن و ده ها شکل بسیار فجیع کشتن، زیر آوار کردن، زیر دیوار کردن، رقم رقم کشتن که حالا من در حافظه تمام انواع کشتارهای بسیار فجیع از اینا نمه. مسئول تمام قتل ها و کشتارها فقط طالبا هست و نوع جدید از تروریسم اسلامی را که اینا میخواین از او سود ببرن داعش است. داعش هم ممکن است که پاکستانی ها یک ایده کم را، یک فقط برای اینکه همین بازار را بتانه گرم بسازه و همین تبلیغات را بتانه برش فضا بده، یک ایده کم را شاید به نام سیاه‌پوشا شکل داده باشه و لباس طالبا را لباس سیاه‌پوشانده باشه و جفاهایی را که طالبا به نحو انجام میدادن سر از اینا انجام داده و جنایات را
انجام داده. در نتیجه امروز ما دو پدیده را میخواهیم مطرح بسازیم. هرگاه سر شیعه ها عمله صورت میگیره، ما میگیم که چی است ایره داعش، طالبان میگه ما انجام ندادیم، در نتیجه ما قبول میکنیم که داعش، دولت هم باز میگه که داعش انجام داده. آقای امرالله صالح در یکی از نزدیکترین پیامهای 6:30 صبح خود، جالب است که اصطلاح طالبان داعشی را به کار میگیره. طالبان داعشی یک نوع دیگه از فریب دادن از خان مردم و گمراه کردن مردم در رابطه با درک حقیقی همی پدیده است. برای از اینکه بترسانه مردم تشیع افغانستان، به نحوه این تبلیغات دامن میزنه که طالبان داعشی گویا گفتن که اگر افراد ما اعدام شد باز ما شیعه را سلاخی میکنیم. خب این کلش استخباراتی است از نظر من. تمامشان از یک منبع آب میخورن. تروریسم اسلامی دیگه شکل نداره جز این وحشت برپا کردن و قوم نمیشناسن. تروریسم انترناسیونالیستی اسلامی و اونا قوم نمیشناسن. ما شما دیدیم که بدترین ترورها را در بین ولایات پشتون نشین ما انجام دادن اینا. بهترین شخصیت های ما را اینا کشتن. لحاظا اینا قوم نمیشناسن و مسئول تمام از اینا همین گروه تروریست طالبا است که نامهای مختلف خودشان میخواین ازش استفاده بکنن. بله. من سر نقش گپ بسانس جای داشت که ما در اول باید از استاد زریاب یک یادآوری میکردیم و روح پاکشان ماشات آرزو میکردیم که واقعا نقش زریاب هم در اصلاح از نظر زبان و کاربرد واژه ها و نطق و بیان در بسیاری تلویزیون ها به طور مشخص در تلویزیون دولو نقش استاد زریاب بسیار برجسته است. ولی نقش زریاب بسیار برجسته تر از این سر در فرهنگ افغانستان نقش ادبیات معاصر نداره. ادبیات معاصر افغانستان جای زریاب حتی در ادبیات فارسی همین دوران ما، دوران معاصر، زریاب کم نمونه است. شما در محیط فارسی دیگه، محیط های فارسی زبان مثل ایران و تاجیکستان هم انگشت شمار مثل زریاب پیدا میکنین که با زریاب اینقدری که دانشمندا و نویسنده های ایرانی ارزش قائل بودن و قائل هستن بسیار خوبتر از ما مرگش احترام گذاشتن. ما افغان ها زیاد قدر زریاب ندانستیم. لذا نقش زریاب ماندگار باقی میمونه در تمام، نه تنها در عرصه داستان نویسی و رمان نویسی، بلکه در مجموع در کل فرهنگ ما نقش زریاب بسیار برجسته است. تشکر از حسام صاحب که از این یادآوری کردن. مکته آقای عزیزی، بسیار هم باور هستم که ملت باید سیلاب شود. ما در گپای آخر خود حتما متوجه شدن آقای عزیزی که ما به می عقیده بودیم. ما تا یکی نشیم، ما تا در پهلوی هم نباشیم، به جای اینکه در مقابل هم باشیم، هیچ کار را انجام داده نمیتونیم. ملت ولی نمیتونه ملت آدم برای همیشه خاموش نگاه بکنه. ملت بیدار میشه. اندیشه های پرخاشگرانی و عدالت خانی در حال شکل گرفتن است که ما باید به بیداری ملت خود بیدار باشیم. بالاخره راست میگین آقای شمس، بسیار خوب گفتن که امریکا از افغانستان خارج نمیشه. امریکا بدون شک به شکل از اشکال میمونه داخل افغانستان، چون هنوز منافع هم در درون افغانستان دارن، منافع اقتصادی سیاسی و هم در منطقه ما هنوز وظایفشان یا کارهای خانگیشان ختم نشده. من هم باور ندارم که امریکا به صورت کامل افغانستان ترک بگویه. دیگه اوتو سوال دیگه اگر بسیار مهم یاد ما رفت. جناب فروغی صاحب، اینجا دوستای زیاد دیگه باز هم تبصره نوشته کردن. آقای خانقا سعید در مورد قتل جناب سیاوش، زنده یاد سیاوش، یما سیاوش،
بسیار جالب، یک معلومات جالب دادم تقریبا 2-3 پاراگراف است. من نمیخوانم به خاطر از اینکه بسیار به دراز میکشه برنامه و دوستان در صفحه فیسبوک میتونه بخونه، شما هم پسان میتونید بخونید بله که اینا دست غنی و ارگ و خانم غنی بی بی گل و یار سعیم میدانند. به هر حال ما فکر میکنم که جناب حبیب الله فتاح لطف کردن اینجا تشریف آوردن و تبصره کردن. اگر ادامه بدیم وقت بسیار زیاد و امید لازم تقریبا نزدیک به 2 ساعت ما و شما صحبت میکنیم کردیم، میگذاریم و برنامه های بعدی که باز در یک وقت مناسب دیگه سر مسائل وقتاً فوقتاً. امیدوار هستیم که جناب شما لازم فوزی ببینید. صحتشان همیشه خوب باشن، جور باشن که ما اینا را داشته باشیم باز صحبت بکنیم. از شما یک دنیا سپاسگزار هستم، بسیار صحبت های بنیادی ژرف عمیق و استادانه از شما شنیدیم کنم. و نوشته های شما را هم همیشه میخوانیم، تبصره های شما را. از دوستای عزیز یک دنیا سپاسگزار هستم. دوستای عزیز امیدوار هستم که در صفحه پندارها و گفتارها بیاین، لایف ما را ببینین، نظریاتتان را بگوین. تا جایی که امکان داره ما این را انتقال میتیم و از جانب دیگه صفحه یوتیوب ما را لایک کنین. از استاد بسام یک بار دیگه تشکر من نمی فهم بکنم نکنم برای که وظیفهش از دیگه بالکل که من حیث یکی از شخصیت هایی که بسیار نقش دارم در این برگه و کارهای بسیار بزرگ انجام دادن و میتن زمینه را مساعد ساخت که امروز شما را داریم. از شخصیت بسیار ارجمند جناب ترکمنی صاحب که اونا هم یکی از بنیادگذارهای می صفحه هستن و اینمی پیام ها در لایف آقای فروغی پشت پشت میگه با ما بسیار مشکل است که هم با شما صحبت کنم با میمان و همون اینمی آقای ترکمنی صاحب با حوصله مندی اینم دیگه کنیم 2 ساعت میشینه می صحبت ها رو میشنوه و یک با یک همی تفسره ها رو برای ما روان میکنم. کار بسیار کلان است که از پیش ما تفسره های دوستان نمانه. به هر صورت ای بود صحبت ما با جناب اسماعیل فروغی، یکی از جورنالیست های بسیار بسیار ارجمند کشور ما. دوستان عزیز شب و روزتان شاد و خوش و صحتمند باشه. ممنون، ممنون از شما، تشکر از همه دوستای عزیزی که ما را شنیدن و سهم گرفتن در برنامه. یک جهان سپاسگزار. ممنون شما آقای راستا، شب شما خوش. ممنون.